می افتاده یا چه شد؟ ما یک بار دیدیم شخصی در هواپیما کلمه هیچ رو گفت و هرگز به این هیچ اهمیت ندادیم. یعنی حتی برای یک ملتی بعد از 16 سال که خارج بود ارزشی قائل نشد، هیچ، برای اون ملت. و هزاران نفر به استقبال مردی رفتن که اصلا نمیدونستن کارش چیه، تز سیاسیش چیه، چه حکومت رو میخواد بیاره. به پای صندوق ها رفتن، به حکومتی رأی دادن که اصلا نمیدونستن چه خواهد شد و چه میشه. و امروز بعد از 38 سال داریم عواقبش رو میکشیم. و به خاطر این موضوع کتاب‌های متعددی منتشر شده. آخرین کتابی که منتشر شد که دوست خوب ما، برنامه ساز تلویزیون اندیشه و از بزرگان سیاست در گذشته و امروز، آقای دکتر گنجی، آقای دکتر منوچهر گنجی آمدن پیش من و گفتن کتابی تازه منتشر شده به نام The Heaven of the Heaven، The Fall of the Heaven، The Fall of Heaven یعنی سقوط بهشت، سقوط بهشت. و یک استاد دانشگاه در آمریکا این رو نوشته، با صدها نفر مصاحبه کرده، مطالبی آورده و در این کتاب هست. و در 4 برنامه ویژه آقای دکتر گنجی راجع به این کتاب صحبت کردند و کتاب رو تشریح کردند و بسیاری از نکاتی رو که جلوش علامت سوال بود برای ما روشن کردند. در برنامه امشب به وقت لس آنجلس و امروز صبح به وقت میهن عزیزمون از آقای دکتر گنجی خواهش کردم که در برنامه ما باشن و راجع به این کتاب بیشتر صحبت بکنیم، چون راجع به وقایع مملکتمون باید بیشتر بدانیم، باید بیشتر آگاه باشیم که چه بوده، چی شد که ما به جایی رسیدیم که آرزوی گذشته رو داریم. آقای دکتر گنجی بسیار محبت کردیم به برنامه اومدیم. خیلی تشکر. خواهش میکنم. مرسی. دعوتی که از من کردین. خواهش میکنم. شما در 4 جلسه بسیار، من همه رو نگاه کردم، بسیار با دقت راجع به این کتاب سقوط بهشت صحبت کردین و اسم با مسمایی هم هست. خیلی. اسم واقعا The Fall of Heaven. Heaven. و این بهشت و واقعا مثل این که ما سقوط کردیم. یعنی خب امروز که با هم صحبت میکردیم که میخواستیم راجع به کتاب صحبت بکنیم، مطالبی شما فرمودین که یک مطالبی راجع به کتاب هست که هنوز در حتی این 4 برنامه بازگو نکردین. در خدمتتون هستم. خیلی تشکر میکنم از شما و از دوست عزیزم درمانی برای وقتی که به من دادین برای اینکه این کتاب بسیار مهمه. من همونطور قبلا گفتم کتابی در مورد ایران تا به حال به انگلیسی یا فرانسه به خوبی این کتاب من ندیدم که نوشته شده باشه و این فرد خیلی تحقیق کرده، 4 سال عمرشو گذاشته، به ایران رفته، کشورهای دیگه رفته، با افراد مختلف مصاحبه کرده، حتی به قوم رفته، شهامت میخواد. ما بقیه چیزی که من میخواستم، آنچه که مهمه و مونده بود از اونچه که براتون تعریف کردم راجع به کتاب، خیلی کوتاهه. کوپر در صفحات 369، 68 و 69، 477، 476 و 486 کتاب به مداخلات علنی دولت‌های امریکا و انگلیس در امور داخلی ایران به نفع خمینی و یاران انقلابی او از چند ماه قبل از انقلاب 22 بهمن و فرستادن یک ژنرال بلندپایه نیروی هوایی امریکا به نام ژنرال هایزر به ایران و مستقر ساختن او از طرف سفارت امریکا در ایران در جنب دفتر رئیس کل ستاد ارتش ایران. یعنی یه نفر فرستادن به ایران به اسم جنرال هایزر که معاون نیتو هم بود در ضمن، بدون اینکه به شاه بگن و به رژیم ایران بگن، محرمانه وارد ایران میشه.
مدت تو سفارت امریکاست و ترتیب میدن با قره‌باغی که پادوشون بوده که پهلوی دفتر خودش دفتری باز کنه برای هویزر، بدونه که شاه بدونه، نخست وزیر بدونه، وزرا بدون، هر کسی بغل دفتر قره‌باغی دفتر باز میکنن. اگر این کار خلاف حقوق بین الملل و مداخله به نفع انقلابیون در اون روزها نبود، پس چه نام دیگری میشه بهش داد؟ پس بنابراین این یه قسمتی که در اون صفحاتی که گفتم کوپر راجبش صحبت میکنه و ما ندیدیم در جایی که به این خوبی راجبش تا به حال صحبت شده باشه. کوپر در صفحات 368 و 369 کتاب می نویسد مدتی بعد پس از اینکه شاه از حضور بدون اطلاع او در ایران، یعنی اطلاع چیز او منظورش هویزره، بدون اطلاع او در ایران آگاهی پیدا می کند، در اواخر تابستان 1358 ژنرال روبرت هویزر که او همزمان مقام معاونت همونطور که گفتم کل فرماندهی نیروهای نیتو رو نیز داشت، همراه با چارلز ناز وزیر مختار سفارت امریکا در ایران در نوشهر میبیند. میگه بیارینش نوشهر من ببینمش. نهیده بوده داشته اون وقت. اون مدتی اومده بوده توی در ستاد کل ارتش ایران مقابل دفتر آقای قره‌باغی دفتر داشته و کلی رفتاری میکردن که شاه اطلاع پیدا نکنه، دولت ایران هم اطلاع پیدا نکنه. پس ببین چقدر اینا جاسوس داشتن تو ارتش ایران که میتونستن مخفی نگهش بدن. ژنرال هویزر این مهمان ناخواسته در این ملاقات پیشنهادهایی در زمینه لزوم انجام تغییراتی در زمینه فرماندهی و نظارت نسبت به عملکرد نیروهای سگانه ارتش ایران به شاه ارائه میدهد. تو چه که به شما چه که بیاین ارائه بدین برنامه. حتما در اثر اقدامات او بود که نهایتا ارتش مدت کوتاهی بعد اعلام بیطرفی کرد. آقای قره‌باغی رسما اعلام کرد که ما در این چیز تظاهرات و در انقلاب و اینا بیطرفیم. کوپر در صفحات 477 الی 479 کتاب خود می نویسد. اینا خلاصه است من بهتون میگم، خیلی به تفصیل اومده در کتاب. در حالی که فقط 3 هفته بود که دولت بختیار سرکار بود، روز اول فوریه 1979 3 هفته بعد از کنفرانس گوادلوپ که در آن سران 4 کشور امریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه با هم در مورد پایان دادن، البته موضوعات دیگری هم در دستورشون بود، دستور کارشون بود، ولی مهمترین موضوعشون پایان دادن به حمایت از محمد رضا شاه بود که تصمیم گرفتن به طور محرمانه با هم دیگه به توافق رسیدن که حمایتشون رو از محمد رضا شاه بردارن. طیاره شرکت هواپیمایی ایر فرانس با موافقت قبلی دولت بختیار، دولت بختیار رو کاری کرده که اجازه داد که طیاره ایر فرانس خمینی و یارانش رو سوار بکنه، از روی خاک ایران، هوای ایران پرواز بکنه، در فرودگاه مهرآباد پایین بیاد، به استقبال خمینی برن، در خیابون ها اون تظاهرات رو را بندازن که دیدین میلیون ها نفر یا صد ها هزار نفر، بعد بره به بهشت زهرا و اون نطق رو بکنه. همه اینا برنامه همین انگلیس و امریکا و باهاشون البته آلمان و فرانسه هم باهاشون بودن. در گوادلوپ 4 کشور بودن، انگلیس، امریکا، فرانسه و آلمان. کوپر در صفحه 353 کتاب می نویسد که بر اساس تحقیقات او مسئولین کنسولی امریکا در ایران از تابستان تا بهمن ماه 1357 یعنی انقلاب روزانه بین
600 الی 700 ویزای ورود به امریکا برای ایرانیان صادر می‌کردند. روزی 600 تا 700 تا. یعنی میشه ماهی 18000 تا 21000. در ماه 21000. از کی؟ از 5 ماه 6 ماه قبل از انقلاب. 145000 ایرانی برجسته با پول و دارایی‌شون از ایران اومدن بیرون. کوپر در سه اینا همه میدونستن، خیلی هاشون میدونستن چه خبره. اسرائیل سفارتشو بست 3-4 ماه قبل از انقلاب، تمام افرادشو از ایران برد. فقط ماها بودیم که نمیدونستیم چه خبره. کوپر در صفحه 321 کتاب مینویسد که شاید به علت مریضی شاه و دیگر اینکه او برای روزهای بحرانی و سخت ساخته نشده بود. حالا در برخی جلسات و ملاقات ها در این روزهای بحرانی که الزاماً باید او یعنی پادشاه حضور می داشت، مانند ملاقات با ناصر مقدم رئیس جدید ساواک اون روزها، یا جلسات مربوط به بررسی اوضاع بحرانی مملکت با نظامیان و دولتمندان رده بالا، پادشاه حضور پیدا نمی کرد و اولیا حضرت به جای او حضور داشت. کوپر می نویسه در صفحه 321 بر اساس تحقیقات که انجام داده، حتی نطق معروف صدای انقلاب شما را شنیدم را حسین نصر و رضا قطبی تهیه کرده بودند و قبل از اینکه به شاه بیارن نشونش بدن بردن پیش اولیا حضرت. شاه منتظر بود که نطق بهش برسه که در رادیو ساعت 2 بخونه، نطق بهش نرسیده بود. 5-6 دقیقه قبل از 2 بهش رسید که خیلی به افشار رئیس تشریفات پرید، گفت این چه بساطیه، اینو من باید بخوام یه دخون نیدم. نطقه رو نگاه کرد، گفت شاه در کتاب اومده، گفت من نباید یعنی این حرفا رو بزنم، ولی دیگه زد صدای انقلاب شما رو شنیدم. خب در صفحه 495 کوپر می نویسه که ویلیام سالیوان سفیر امریکا در دوران انقلاب که 3 سال پیش در امریکا از دنیا رفت، هیچ وقت جوابی منطقی برای حمایت بیچون و چرای خود در مورد بازگشت خمینی به ایران حتی در کتاب ماموریت در ایران خودش، کتابی داره سالیوان به عنوان ماموریت در ایران، در اون کتابم نمیگه که چی شدش، جواب منطقی نمیده که حمایت بیچون و چرای خودشون رو از خمینی آغاز کردن. سالیوان پایگزار این حمایت در تهران بود و در امریکا هم رئیس میز ایران و افراد دیگری در حکومت امریکا. در صفحه 498 و 499 کتاب کوپر به بحث و گفته شنود آخرین ساعات زندگی شاه بین فریدون جوادی از دوستان اولیا حضرت و شاه کتاب میپردازه. فریدون جوادی از شاه میپرسه، یعنی درست حرفایی که از کتاب ترجمه کردم، چرا شما با تمام قوا علیه خمینی اقدام مؤثری انجام ندادید و کار او را یکسره نکردید؟ شاه در جواب او میگوید، این صحبت های شاه، اگر شما به دنبال کسی میگشتید که آدم بکشد، آن شخص من نبودم و نیستم. جوادی به اون میگوید ولی در خرداد 1363 که این کار رو کردید، یادتونه چیز خمینی اینا رو انداختن تو خیابونا و تظاهرات 15 خرداد معروف، 15 خرداد من. این کار رو کردید در اون زمان. در آن زمان شاه در پاسخش میگه، در آن زمان این صحبت های شاه، علم نخست وزیر بود و او بود که دستور کشتارهای خیابانی را برای حفظ رژیم داده بود، نه من.
کوپر می نویسد که این پرسجوم میان شاه و فریدون جوادی در قاهره صورت می پذیرد. در دنباله این سوال و جواب جوادی از شاه می پرسد. این سوال جوادی: اعلیحضرت، شما عاشق ایران هستید، ممکن است بفرمایید ایران چیست؟ شاه به گفته کوپر ملی‌گرایی برایش حکم مذهب را داشت. قدری مکس نمود و سپس گفت، عین صحبت‌های شاه: ایران ایران است، سرزمینش، مردمش و تاریخش است. ایران ایران است، سرزمینش، مردمش و تاریخش است. باز مکس کرد و سپس گفت، آنچه که شاه میگه، هر ایرانی باید عاشق ایران باشد. و سپس ادامه داد، ایران ایران است، ایران ایران است. مدت کوتاهی پس از این مصاحبه او در قاهره بدرود حیات گفت. اجازه بدین که یک چند تا سوال برای من میمونه که در خدمتتون باشیم. در این کتاب، این کتاب یک سری مصاحبه است که این آقای کوپر با مردم کرده، با نزدیک چند نفر، مثل این که 40-50 نفر هم 60 ایرانی و 20 خارجی. خب 60-40 اینقدر مسئله نیست. و من میخوام بدونم خارجی هایی که ایشون رفته باش مصاحبه کرده کسانی بودن که راجع وقایع ایران مطلع بودن؟ بله بله، خیلی. و آیا مسائل خصوصی و نظریات آدم هایی که باشون مصاحبه کرده در کتاب آمده یا نه؟ یا میتونه تاثیرگذار باشه؟ بذاریم براتون بخونم. خوبه که همیهنان بدونم. ایرانی ها اینا بودن: غلامرضا افخمی، بله، مهناز افخمی، بله، امیر اسلان افشار، احمد احرار، بله، فؤاد عجمی، فریدون علا پسر مرحوم، علا نخست وزیر، پرویز علم، بله، ایرج امینی، عبدالرضا انصاری، مریم انصاری خانومشه، الی آناتوادیس، این دوست صمیمی همکلاسی اولیا حضرت که همیشه با اولیا حضرت بوده در ایران و در خارج آمجا، روبرت آرماو، احمد اشرف، ابوالحسن دیبا، کیومرث جهانبینی، فریدون جوادی، دوست همکلاسی اولیا حضرت، منصور اقبال، پروین فرمانفرمایان، شاهین فاطمی، عبدالوهاب فراتی، رضا قطبی، رضا گل سرخی، هرمز حکمت، علی کنی، خلیل الخلیل، جیمز کیرکندال، جاناتان کیرکندال، لیبی کیرکندال، جورج لامبراکیس، جواد منصوری، فرهاد مسعودی، سیندی مکالا، حسن علی مهران، محمد حسین مهرمن، پرویز مینا، ری مسلی، مرتضی موسوی، چارلز ناس، وزیر مختار سفارت امریکا در ایران، اسدالله نصر، حسین نصر، عباس نیری، کارن اولیویر، کاتی اولیویر، سعیده پاکروان، دختر مرحوم پاکروان، امیر پورشجاع، هنری پرکت، رئیس میز ایران در وزارت امور خارجه، همه کاره در اینجا کمک کننده به انقلابیون، هنری پرکت، جاناتان رندل، پرویز ثابتی، سعید سنجابی، حسن شهیدی، حسین شریعت مداری، گری سیک، مشاور دست راست آقای کارتر، جان استمپل، یعقوب توکلی، بروس ورنر، باربرا والترز، کریس وستبرگ، مارتین ولکات، اردشیر زاهدی، مهناز زاهدی. خب من گفتم میکنم... یه مسئله رو من میخوام اینجا روشن کنم که با هر کدوم از این کسانی که مصاحبه کرده به هر حال
عقاید ویژه خودشون رو در مورد انقلاب داشتن و چه بسیاری از این عقاید که با همدیگه یکی نبوده، حتی متضاد بوده، چگونه واقعیت رو از میان این همه عقاید مختلف، این اسامی که خوندین اگر ما باشون صحبت بکنیم هر کدومشون یک نگاه دیگه به انقلاب ایران دارن، چگونه واقعیت رو پیدا کرده و چگونه ما میتونیم ایمان بیاریم به این کتاب که اون چرا که پرداخته و ورداشته و نتیجه گیری کرده چیز درستی است؟ خب در مورد هر کتاب این چیزی که گفتین صدق میکنه، همه هر کتابی بله، و ما همه باید بریم تحقیق کنیم ببینیم این که این نه حالا برای این که ببینیم درسته یا نه، اقلا در 20 جا دیدم از آقای پرویز ثابتی صحبت میکنم. بله آقای پرویز ثابتی کتاب خونده، هیچ ایرادی بهش نداره، فقط دو تا چیز داره که یکیش من هفته پیش خوندم، یکی هم همینی که الان میگه، پس گوش کنید چی میگه. میگه پس از پخش 4 برنامه نامه آقای پرویز ثابتی که برای من ایمیل شده، یعنی برای کوپر، برای من ایمیل شده، برای شما، برای من آقای پرویز ثابتی که بخونم بیلن. در برنامه برای اطلاع اونایی که این کتابو خوندن، بله، و برای کوپرم، به طور قطع برای کوپرم ایشون فرستاده. آقای پرویز ثابتی رئیس بخش داخل کشور سازمان امنیت طی ایمیلی به تاریخ 10 سپتامبر 2016 برای من از نوشتند که این حرفایشون ها را دیگه میخونم. در ابتدای دولت شریف امامی 5 ماه قبل از انقلاب ایشان نزد وزیر دربار، یعنی ثابتی، وزیر دربار که در آن زمان هنوز زنده یاد امیر عباس هویدا بوده است رفته و به منظور کسب اطلاع پادشاه به او گفته است که، این حرفای آقای پرویز ثابتی به امیر عباس هویدا 5 ماه قبل از انقلاب، شریف امامی و مقدم رئیس سازمان امنیت کشور دست به اقداماتی زدند که بسیار خطرناک است. آنها اعلام کردند که کنترل همه مرزهای هوایی، زمینی و دریایی کشور لغو شده است. هیچ کشوری در دنیا این کار نمی‌کند. پرویز ثابتی نوشته دارم میان. آنها اعلام کردند، یعنی شریف امامی و مقدم رئیس سازمان امنیت اعلام کردند که کنترل همه مرزهای هوایی، زمینی و دریایی کشور لغو شده است. ورود و خروج همه ایرانیان و اتباع خارجی آزاد است و از این پس هیچ گونه کنترلی در مرزها وجود نخواهد داشت. من صحبت‌های آقای ثابتی دارم می‌خونم. به هویدا گفتم، ثابتی میگه، من این اقدام را خلاف امنیت کشور می‌دانم، ولی رئیس وقت سازمان امنیت کشور، یعنی مقدم، می‌گوید که این سیاست مورد تایید پادشاه قرار گرفته و باید اجرا شود. در نتیجه مخالفین رژیم در خارج کشور از امریکا، اروپای غربی و شرقی و غیره حالا دیگر می توانند بدون هر گونه واهمه دستگیری و بازداشت وارد کشور شوند و خواهند شد. حتی عناصری از فلسطینی ها نیز دارند متدرجن وارد ایران می شوند و چون در مرزهای زمینی و دریایی نیز کنترل هر گونه کالا حذف شده است، ورود اسلحه و مهمات نیز می تواند به سادگی داخل کشور شود. اینا رو آقای ثابتی داره میگن. و با ورود این افراد که بسیاری از آنها در مراکز فلسطینی ها دوره دیدند، بروز جنگ داخلی در مملکت قطعی است. کردها، عربها، یعنی خوزستانی ها، بلوچ ها نیز به تکاپو افتادند و در جریان جنگ داخلی تمامیت ارضی کشور در خطر خواهد بود. این نامه آقای ثابتی با آقای هویدا. هویدا گفت به نظر تو در حال حاضر چه راه حلی وجود دارد؟
ثابتی میگه گفتم اکنون که وضع به اینجا کشیده شده است باید دست به یک اقدام رادیکال و دراستیک زد. پرسید چه اقدامی؟ گفتم اکنون باید اعلام کنیم که شرکت‌های نفتی و دولت‌های امریکا و انگلیس برای وادار کردن ایران به پایین آوردن قیمت نفت دست به توطئه زدند. قیمت نفت دست به توطئه زدند. ثابتی به هویده میگه اینو اعلام کنیم. و چون شاه اعلام کرده در سال 1973 که اگر شرکت‌های نفتی به تعهدات خود طبق قرارداد کنسرسیوم عمل نکنند، ما در سال 1979 که قرارداد آنها پایان میپذیرد دیگر آن را تمدید نخواهیم کرد. انقلاب 78 برای این بود که دیگه با انشاء گفته بود ما در سال 79 دیگه قرارداد نفتی با شما را تمدید نخواهیم کرد. آنها دارند از طریق دولت‌های مطبوع خود به ایران فشار می‌آورند که یا طبق نظر آنها عمل کنیم یا آنها رژیم ما رو به مخاطر خواهند انداخت. به او گفتم، ثابتی میگه، در داخل ایران، یعنی به هویده گفتم، در داخل ایران مقامات امریکایی و انگلیسی با مخالفین رژیم مقیم خارج و داخل کشور در تماسند. مقامات امریکایی و انگلیسی با مخالفین رژیم مقیم خارج و داخل کشور در تماسند و آنها را علیه رژیم به راه می اندازند و تشویق می کنند. لذا ما باید به آنها بفهمانیم که تصمیم گرفته ایم روابط دیپلماتیک خود را با این دو کشور قطع کرده و سفارتخانه ها و کنسولگری های آنها را در سراسر کشور تعطیل کنیم. آقای ثابتی داره به هویدا میگه، نامه خود ثابتی بر ما اومده، فکس تعطیل کنیم و عملا نیز این کار را انجام دهیم. ثابتی به هویدا میگه. پرویز ثابتی که من در درستی و میهم پرستی او شک ندارم، حرف منه. ادامه میدهد که هویدا پیشنهاد مرا پذیرفت و گفت من هم با سفیر شوروی روابط حسنه‌ای دارم و میتوانم با شوروی ها نیز با موافقت پادشاه قبلا یک قرارداد دولتی عدم تعرض امضا کنیم. ثابتی ادامه میدهد موقعی که هویدا این پیشنهاد را به عرض شاه رسانید، شاه پرسیده بود که این ایده و تفکرات از کدام مغز علیلی ترحوش کرده است. ما چطور می توانیم با 2500 کیلومتر مرز مشترک با خرس شمالی و با امریکا و انگلیس خود را درگیر کنیم؟ اینا تمام چیزهای مملکت. آنچه که من اقلا رشتم علوم سیاسی در مملکت از سال 1968 تا انقلاب درس میدادم، علوم سیاسی، حقوق بین الملل، و در دولت بودم، دبیرکل کمیته ایرانی حقوق بشر بودم، مشاور نخست وزیر بودم، رئیس مرکز مطالعات عالی بین المللی بودم و این کتاب هایی که در باید ایران بیرون اومدنم تقریبا همشون رو خوندم در این سال ها. این کتاب مهمترین کتابیه که در اومده. هر کی میخواد هر چی بهتون بگه، به منوچهر گنجی باهاتون صحبت میکنه، مهمترین اشتباه هم داره، نداشته باشه، داره. اشتباهش اینه که فقط مثلا من دیدم یه جایی چهار نفر هستن از ایرانی ها، این که چهار پنج نفر هستن که این شخصا راجع بهشون صحبت میکنه در اینجا، من این چهار پنج نفر رو من گفتم، ولی با 70-80 نفر ایرانی خارجی مصاحبه کرد. بنابراین کتاب ایرادم داره، بی ایراد نیست، ولی بهترین کتابیه که در اومده و حقایق داره میگه، همه چی رو داره میگه، هر چی فکر کنید شما که ماها فکر میکردیم و نمیدونستیم داره بهمون میفهمه. شک نیست که این کتاب کتاب با ارزشی است. اما یه نکته میخوام برای بینندگانمون روشن بشه که مطلبی رو که خوندین که آقای ثابتی بعد از نشر کتاب برای شما فرستاده، بله بله، یعنی به خاطر اصلاح کتاب فرستاده، یعنی مطلبی رو در کتاب باهاش مواجه شده که درست نبوده برای شما فرستاده. نه نه،
یعنی میگه بله تو... میگه کوپر این اطلاع رو نداشته. آه یعنی کوپر اضافه میکنه به چیزای کوپر. این اطلاع رو میگه من به کوپر نده بودم، بهش کم نده بودم. حالا که شما کتاب کوپر رو مطرح کردیم و اینا رو گفته، منم اینو بگم که من رفتم پیش عبیده اینو گفتم و عبیده ثابته رو میدیم مقدم گذاشت کنار. مقدم اینقدر مقدم به طور قطع با انقلابیون در ارتباط بود، تیمسار مقدم، من اینو میگم با اطلاعاتی که دارم، اون وقت وزیر بودم، تیمسار مقدم با آیت الله ها در ارتباط بود. بسیاری. من خودم یک روز عید نوروز بود با زنم میرفتیم دیدن به همسرش و خودش رو دیدم خونهشون، دم در خونهشون دیدیم سه تا آخوند هنوز به انقلاب نرسیدون. من به زنم سرعیه گفتم ببین این با آخوندا رابطه داره و این معاون سازمان امنیته. حالا که آقای ثابتی همسال اون خیلی هستن، میتونم بیان حرف بزنم بگم تیمسار مقدم آدم بود که همه کار میکرد. ما پسر معاون تیمسار مقدم در امتحانات نهایی 12 رد شده بود. من وزیر آموزش پرورش بودم. تلفنچی به من گفت که تلفنچی وزارتخون گفت تیمسار مقدم رو خطن. گوشی رو برداشتم. گفت جناب دکتر پسر معاون من در امتحانات متوسطه رد شده. دکتر شریفی دستور داده کتبن که قبولش کنم. و شما دستور دادید که اون نمره ردیش رو باید اعلام کنم. گفتم بله. من به شریفی کاری دارم. نمرهش رو املا اعلام میکنم. بنابراین تیمسار مقدم آدمی نبود. و از اون به بعد اون که اخباری گفت که گنجی 28 میلیون دلار بیرون کرده، اخباری دوست صمیمی تیمسار مقدم بود و وقتی رسید نوغش خواستش چیز بکنه، تلافی بکنه، اخباری رو فرستاد تو چیز. ما در بینمون خیلی آدم کتاب میگه، کتاب کوپر میگه، میگه تو خود دربارم انقلابیون رخنه کرده بودن، تو افراد دربار در خیلی جا میگه رخنه کرده بودن و ما نمیدونستیم. و این ایراد البته هم به سازمان امنیت قبل از چیز دوران آقای ثابتی وارده، هم بعد از آقای ثابتی، ولی بیشتر بعد از آقای ثابتی دوره مقدمه، بیشتر این چیز دوره مقدمه. و بعد از اینکه ازهاری میاد سر کار اون چیزای شریف مامی میاد میشه نخست وزیر و آموزگار، نخست وزیر نمیدونه چه خبر، و پول آخونده رو قطع میکنن. ما اینا داشتن مایی 30 میلیون دلار کمک میگرفتن، مایی 30 میلیون دلار قطع کردن، دفعتن قطع کردن، اون طرفی هم اومدن بهشون پول دادن کشیدنشون، همه اینا هم بود. خب ببینید، اولا خیلی خوبه که همچین کتابایی در دسترس هست برای اینکه این پنجره رو به ما باز بشه که بسیاری از مشکلات رو که ندیده بودیم و نشنیده بودیم باز بشنویم. ولی باز هم من فکر میکنم که هنوز بسیاری علامتهای سوال در جلوه انقلاب ایران هست. اولین باره که من میبینم که، البته شنیده بودم که شما فرمودید که در این کتاب آمده که اون نطق معروف پادشاه فقید ایران که پیام انقلاب شما رو شنیدن، آقای رضا قطبی و نصر، نصر و قطبی نوشته بودن، نصر و قطبی بردن تو همه کتاب من خوندم پیش اولیا حضرت قبلا که اولیا حضرت ببینن. علازت اصلان افشار خودش میگه الان هم زنده است، در فرانسه است. اصلان افشار میگه ما منتظر نطق بودیم، ساعت 2 باید علازت نطق رو میخوندن، 2 دقیقه کم بود هنوز نطق نرسیده بود. علازت اومدن تو اتاق من، تو اتاق اصلان افشار، اون بغل اتاقشون بود، گفتن که کجاستین؟ بعد ما چیز کردیم، گفتن پیش اولیا حضرت، یعنی اینا برده بودن که اولیا حضرت تایید بکنن بعد بیارن. بعد وقتی آوردن، شاه وقتی اصلان افشار خودش به من گفته، من از زبان اصلان افشار میگم، اصلان افشار که زنده ام هست، میگه که شاه وقتی نطق دید گفت این چیزی نیست که من باید بخونم ده. برای دیگه ساعت 2 شده بود و رفت اونا. نکته که میخوام برای من روشن بشه، جز افرادی که این آقای کوپر مصاحبه کرده یکم رضا قطبی است. بله. رضا قطبی تایید کرده خودش که نطق نوشته. اصلا اسم، یعنی چیزهایی که من از رضا قطبی دیدم توی کتاب اصلا صحبت نطق نشده و نیست.
چیزایی گفته ولی صحبت نطق نشده. یعنی تایید نمیشه که خود آقای رضا قطبی تایید نطق که همه دیگه این که دیگه it's a fact. یعنی بعد از تمام کتاب ها اومد بیرون که آقای رضا قطبی و نصر با هم دیگه نطق رو تهیه کردن، این همه جا هست، هیچ جای شک و شبهه‌ای درش نیست. خود آقای رضا قطبی هم علناً قبول کرده که اونها اولی ازت ازشون خواستن که نطق رو تهیه کن. تهیه نطق صدای انقلاب شما رو شنیدم، رضا قطبی حسین نصر، بفهمید؟ بله. فصل 23. اوکی. تمام اجازه بدید من یه نکته رو در مطالبی که الان از قول آقای ثابتی گفتین. اولا اون موقع هویدا وزیر دربار بوده. وزیر دربار بوده. و در این گفته یک نکته که بیشتر از همه نظر منو جلب کرد موضوع نفت و قیمت نفت بوده. یعنی اون چیزی که الان میتونیم نتیجه گیری کنیم که نوعی به نوعی انقلاب ایران و حادثه‌ای که در ایران اتفاق افتاده بوی نفتم به مشام میرسید. و این آقای کوپر که نویسنده این کتاب بوده قبلا کتابی نوشته The Oil Kings. در اون کتاب چگونه تشریح کرده که من پادشاهان نفت. من این کتابو به خوبی این کتابی که راجبش صحبت میکنم نخوندم، پس باید درست ببینم. من گمان میکنم این کوپری که من میبینم که اینطور اینجا راجب نفت و اینا صحبت میکنه، اینجا عکس هایی که گذاشته راجب، مثلا نگاه کنید میگه شاه رو آوردن اونجا، نگاه کنید شما عکس رو، آوردن به کاخ سفید اونجا میخوان نطق بکنه و گذاشتن که اونا یه گاز اشکاور پنچز کنن و شاه داره گریه میکنه، این چیز میکنه راجب رئیس جمهور امریکا. من میدونم اتفاقا این فیلم رو بارها از تلویزیون ملی ایران پخش شد، یعنی زمانی که پادشاه و اولیا حضرت به آمریکا رفته بودن. من اصلا آقای اندرو کوپر رو ندیدم، نه میشناسم، نه تلفنی با ایشون صحبت کردم، هیچ ارتباطی با آقای اندرو کوپر ندارم. من فقط کتابایی رو که میخونم، این کتابو که خوندم دیدم درست چیزایی که همه ماها فکر میکردیم توی این کتابه. بله درست آقای دکتر. پس بنابراین اصلا چیز نکنید که من کوپر رو میشناسم، میدونم چی کار است، میدونم کجا چیز کرده، از کجا پول گرفته، ابدا نمیشناسم. خب من آشنایم با کوپر بیشتر از این کتاب، کمتر از این کتاب. این کتاب چون اونطور که اینو خوندم اینو نخوندم هنوز. خب اجازه بدید که آقای دکتر گنجی من یک تجلیلی بکنم از کاری که شما انجام دادید. برای اینکه بسیاری از کتاب‌ها بیرون میاد، بسیاری از مقالات منتشر میشه و در بین این بازار آشفته تلویزیون و کتاب و اینا گم میشه. شما این کتاب رو آوردین و کتاب رو برای ما جز به جز در چهار برنامه با ارزشی که داشتین تشریح کردین. خب نه من از شما تشکر میکنم که وقت شما و درمانی که وقت دادین و گذاشتین، علاقه نشون دادید که این کار رو من بکنم. ولی هیچ به شما بگم، من اولین کاری که کردم، من آدم راستگوی هستم، اول تلفن زدم با آقای همایون. بله. گفت نیم ساعت ما وقت میذاریم. گفتم که این کار نیم ساعته ای نیست. بعد تلفن زدم با آقای شجره. آقای شجره دیدم شب توی اخبارشون یه خانم میاد تو برنامه آقای میبودی یه اخبار میده، اسم کتاب رو برد و یه چیزایی که اصلا به این حرفا ربطی نداره گفت، تموم شد رفت. دیگه دیدم که اونا که چیز نمیکنن، گفتم اولین کاری که میکنم تلفن بزنم به درمانی. بهش تا تلفن زدم، گفت به شما تلفن زدم، استقبال کردید. گفتم این چهار جلسه میگیری، گفتین با کمال میل، و حالا پنجمین جلسه است که شما دعوت کردین من اومدم اینجا. پس فرق خیلی زیادی است بینتون و اونا. و دیدم در یکی دو تا روزنامه هم یه چیزایی نوشتن راجع به این کتاب که هیچ ارتباطی به این کتاب نداره. یعنی آدم باید بخونه بعد اون وقت حرف بزنه، نخونده. چه من این کتابو صفحه به صفحه کلمه به کلمه شو خوندم برای شما. خب اولا ضمن تشکر مجدد از شما،
خوشبختانه این روزها کتاب‌های متعددی منتشر میشه و در این زمانه‌ای که همه چشم‌ها به جعبه جادو و تلویزیونه، ولی باز هم کتاب‌ها دارن حرف اول رو میزنن. اجازه بدین در این وقت کوتاهی داریم، چون من باید با شخص دیگه‌ای هم راجع به کتاب دیگه‌ای صحبت بکنم، فقط یک نکته‌ای رو بگم. در 4 برنامه‌ای که شما داشتین، در ضمن اینکه راجع به این کتاب صحبت می‌کردین، خودتون هم راجع به وقایع ایران مطالبی گفتین که برای من جالب بود. از جمله راجع به آتش نهفته، کتابی که شما منتشر کردین، که در اون کتاب هم راجع به مسائل ایران صحبت شده. من خیال میکنم که جا داره که ما و نسلی که الان نگاه داره میکنه، ذره بین گذاشته جلوی وقایع ایران، بیشتر غور کنه، به شایعات نگاه نکنه، بخوانیم، بیاموزیم، ببینیم چه بلایی سرمون آمده که در آینده. اگر امروز در گذشته آقای گنجی عزیز، آقای هویزر، یک افسر عالی رتبه آمریکایی میاد به ایران، امروز همون نقش رو دارن روس‌ها بازی میکنن. هیچ وقت در طول تاریخ ایران، تا اونجایی که من میدونم، هیچ حکومت قبل از انقلاب اجازه نداد که مثلا یک فرودگاه ایران پایگاه آمریکایی باشه. کاملا درست. یا پایگاه انگلیس باشه. کاملا درست. خب و با وجودی که افسران و درجه داران به خاطر اینکه ما اسلحه از آمریکا می‌خریدیم برای اینکه یاد بدن به اینا در ایران وجود داشتن، افسران آمریکایی در اینجا وجود داشتن، ولی هرگز نظامی خفتی که امروز ما از طریق همسایه شمالیمون داریم می‌کشیم که تقریبا مسلط به کشور ماست. کاملا. خب و در زمانی که داریم زندگی میکنیم که تکنولوژی اروپایی، تکنولوژی آلمانی، فرانسوی، انگلیسی و آمریکایی برای مسائل اتمی و اینها پیشرفته ترین در دنیا، که بعضی هاشون هم به این نتیجه رسیدن که اصلا کار عبثی است که برق اتمی بسازن، ما یعنی حکومت جمهوری اسلامی دست به دامن روسیه شده که خودش عقب افتاده ترین در این رشته ها. کاملا درست. آیا جز این که داریم پول هدر میدیم کار دیگه نه تنها اون مرز مشترک، نزدیکی مرز ما، اولا که ما سالها مرز مشترک داشتیم، چند تا ایالت ما را که خوردن و بردن، حالا هم همونطور طمعشون باقی مونده. بله. که دست بندازن به آبهای گرم خلیج فارس از طریق خاک ایران. بله. بنابراین خطرناکتر از همه برای ما روسیه است در منطقه. و این کاری که اخوندا دارن میکنن نشون میده که هیچ فهم و شعوری ندارن و نمیفهمن دارن ایران رو به کجا میبرن، یا اینکه منافعشون برای حفظ خودشون فکر میکنن که تنها راه حفظشون همینه. آره، با شعاری که در اوائل دادن، نه شرقی نه غربی، آنچنان شرقی موندن که در طول تاریخ اگر یک کمی غربی بودیم، حالا غربی که نیستیم، هیچی، شرقیه، یک کمی عقب افتاده هم هستیم. و همیشه من فکر میکنم که حکومتهایی که در روسیه بوده فکر کردن که بهترین راه رسیدن به خلیج فارس، آبهای گرم خلیج فارس و جایی که قسمت اعظم نفت ایران، نفت جهان عبور میکنه، این ایرانه. و یادمون باشه که در زمانی هم که هیتلر به روسیه حمله کرد در سوم شهریور، متفقین ایران رو بهترین راه انتخاب درسته. کردن درسته. برای اینکه هندوستان رو داشتن درسته. پاکستان رو داشتن، افغانستان گرفتن، از ایران گرفتن برای رضا شاه رو تبعید فرستادن که بیان بریم اونجا و جزیره موریس. و من فکر میکنم که هر چه بیشتر صحبت کنیم، هر چه بیشتر بیایم اطلاع پیدا بکنیم، شاید در آینده کمتر اشتباه بکنم. کاملا. من با تو موافقم. ممنونم از لطف و محبتتون. آقای گنجی عزیز، میخوام ازتون خواهش بکنم که در برنامه دیگری با هم باشیم و با مردم هم ارتباط پیدا بکنم. من خیال میکنم کسانی که کتابهای مربوط به انقلاب ایران، کتابهایی که مربوط به پادشاه نوشته شده خوندن، اطلاعاتی که دارن از پدرانشون پرسیدن، از پدر بزرگهاشون پرسیدن، آماده باشین من در یک برنامه ویژه‌ای با حضور آقای گنجی از طریق تلفن، تکس و ایمیل با هم ارتباط برقرار بکنیم. این برای این نیست که بگیم چیزی غلطه یا چیزی درسته،
این برای اینه که بیشتر بیاموزیم، بیشتر بفهمیم، بدونیم که چگونه بلا سرمون آمده، ببینیم که چگونه غربی ها با ما بازی کردن برای منافع خودشون، و ببینیم که امروز شرقی ها با ما دارن چه کار میکنن. ببینید که امروز همسایه شمالی ما چقدر راحت، آقای پوتین که به ایران میاد اصلا هیچ کس حق نداره به استقبالش بره، ایشان مستقیم میرن پیش خامنه ای. یعنی هیچ تفریحات، یعنی یه تشریفات خیلی هست که بالاخره یه رئیس جمهوری کشوری که میره رئیس جمهوری کشور میره، نمیدونم یه فرش قرمز پهن میکنن، یه سرود میزنن، ایشون مستقیم میره، دوست عزیزش میره اونجا. و کتاب های دیگه هم هست که باید راجع بهش صحبت بکنیم. اجازه من با کمال میل خدمتتون خواهم بود، ولی از همیانا یه خواهش دارم، اونایی که میتونید تو اینترنت میتونید برید Define the Iranian Revolution. من خیلی از حرفایی که کوپر امروز میزنه در اینجا زدم راجع به مسائل مشابهی و آتش نفته. این دوتا رو نگاهی بکنید. من 26 جلد کتاب دارم و اولین کتابای من مال سازمان ملل متحده که سازمان ملل چاپ کرده، یکی 470 صفحه است، یکی دیگرش 300 صفحه است. بعد از اون کتابای درسی مونا رو هیچ کاری ندارم. این دو کتاب رو من فکر میکنم شما بخونید، اونایی که علاقمندید کمک میکنید، منم در اختیارتون هستم. و بازم میگم این کتاب رو برید بخونید، بخونید این کتاب رو، خیلی چیزها میفهمیم که نمیدونستیم. خیلی از شما تشکر، از شما تشکر میکنم و تشکر میکنم از بینندگان عزیزمون که توجه میکنم به برنامه.